بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و مهربان سلام، یک بار دیگر هم در خدمت شما هستیم با مسابقات پهلوانی که بولسلی زیبای گذره برگزار میشه در قریه زیبای کورت سفلا و همه پهلوانان امروز دور هم جمع شدن تا با هم به مسابقه بپردازن. یک از مسافیدان میدان و یک از بزرگان میدان همیشه وقت زمانی که ما داخل میدان مصروف ازی هستم یا داوری یا مثلا جوره میکنم پهلوانا باز این عمر صدا میکنم یک گلاس چای خوب یک چای سیاه کرکی گفتن مردم ایران درسته جوکو باز ما رو میمون میکنم و کشمیش هم خیلی خوب میارم و امروز میخوایم از اونو بپرسم که چی میشه که هر هفته به اینجا تشریف میارم و مسابقات از نزدیک میبینم. سلام ایچ کجام و علیکم خوبیم بخیر سلامات زنده باشیم. اسم شریف شما غلام ایدان اجیگا کجان متوجه هستیم من تال گفتن بعضی میگم میگن ده بار نون شما رو بخورم تال اسم شما رو نمیفهم از امونایم من نون رو میخورم اسم رو نمیفهم انشاءالله شما رو میمون میکنم خب میخوام میمون شما که ما ده بار بشید شما باید این دفعه میمون ما بشید زنده باشید همه که میایم میجیش میدون خاله خوشحالی خوشحالی خوشوقتی خوب ساعت تیریه و میجی. از کجا هم شما اجیا که از کدوم ولی سفلی؟ از اون گذره ایم، از اون کورت سفلا ایم فعلا به شهر یعنی هر پنج شما از شهر تشریف میاریم تا به اینجا؟ هر پنج شما چند کیلومتر راه؟ شاید ده کیلومتر باشه بله یا دیگر سه کنی شما اگر پستل نمبر یک حساب کنیم تا پل پشت دوازده کیلومتر گفتن راه دیگر اون تا که حساب کنیم بیشتر شاید سی کیلومتر هم حتی سی کیلومتر خیلی راه زیاده دیگر به هر هفته میاد تا مسابقات حالا واسه میکن ما یک موتر خریدیم شوقیم دیگر دیگر به کدی اولی سیالی ها مسابقه میریم که تماشا کنیم حالا روز جمع که با شهریم دیگر طول دیگر جانه خب مسابقات امروز چی رقم بیده جی خوشم مزده بدا خوب بودا تشکر جیگو جان سلامت باشین گلاس چای شما هم خوب مزه داد خیلی بینیم کشمشا شما هم مزه داد بازم تشکر اگر کدام گفتنی به پیام داشته باش سلامتی دیگه موفق باشین بابام هم تشریف یاری ما خیلی خوشحال خیلی بینیم سلامت باشین دوستان عزیز مهربان مسابقات ما ادامه داره با ما همراه باش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری خدمت تمامی شما بیننده های عزیز چینل یوتیوب افغان 123. باز هم پنجشنبه شب دیگری فرا رسید و ما با پوشش مسابقات پهلوانی در کورت خدمت شما عزیزان هستیم. بله آسیب جان، امروز قرار باز هم مسابقه برگزار بشه و چهره مسئول میدان پهلوانی کورت سفلا یعنی استاد وکیل احمد جان عثمانی، شخصیتی که مدام وقت زحمت میکشم در میدان گوشتی و همچنین پهلوانان ولسوالی زیبای گذره به مدیریت اجیل احمد گذره که ایشان هم تشریف آوردم. شما چهره تمام پهلوانان و همچنین استاد جلیل احمد را در تصویر میبینین و استاد محمد آصف مربی کلاب نیرو و همچنین پهلوانان کلاب نیرو اونا هم امروز تشریف آوردم در میدان پهلوانی زیبای ولسوالی گذره تا مسابقات از نزدیک ببینن و مسابقه انجام بدن و ایده هم از پهلوانان کلاب انصار و میلاد جمشیدی، سید عمر سیدی، ادریس پهلوان و همچنین ورزشکارانی از کلاب اتحاد هم شما در تصویر میبینیم و جا داره تشکری کنیم از تمام پهلوانانی که شما چهره ایشان دیدیم و اینا هر هفته در میدان پهلوانی زیبای ولسوالی گذره تشریف میارن تا مسابقات انجام بدم و گوشتی های جالبی انجام بدم و شما همچنین چهره طرفداران میدان پهلوانی زیبای ولسوالی گذره میبینیم که خورد و کلان در این مسابقات حضور پیدا کردن و میبینیم که قند اول این هفته کی به نام خود اعلان کرده. بله، دو پهلوان وارد میدان شدن، اسماعیل از کلاب گذره در مقابل او سید عمر از کلاب انصار به میدان آمدن. سید عمر که در هفته گذشته هم مسابقه انجام داد و آمار خیلی خوبی را از خود خوب جا گذاشته و باز هم تا یک هفته دیگر و مسابقات دیگر در مقابل اسماعیل از کلاب یلان گذره به میدان آمده. ببینیم که در مقابل اسماعیل چه عمل کرده را آمده، آیا میتونه که
همچنین در این هفته هم به برتری برسه و پیروزی به دست بیاره، یا اینکه قافیر خواهد باخت و اسماعیل مرد اول میدان در قند اول خواهد شد. هنوز اجازه کار داده نشده، تا لحظاتی بعد از سوی داور مسابقه اجازه کار داده میشه و ببینیم که عکس العمل سید عمر در مقابل اسماعیل قدرتمند در وزن خود خود چگونه خواهد بود. بله آسیب جان، اردو ورزشکار از ورزشکاران خوبه، کلپای خود هستند و واقعا مسابقات خوبی را انجام دادن و خوش درخشیدن. قند اول بین این دو ورزشکار برگزار شده و ببینیم که کی موفق میشه کمر حریف خود به زمین بزنه و پیروز قند اول این هفته میدان پهلوانی ولیسفلی زیبای گذره قریه کورد و سفلا باشه. دوباره مسابقه به هر دو ورزشکار تذکر میده که باید از چمهایی که دارن استفاده کنن تا برنده و بازنده این مسابقه معلوم بشه. نگفته نمونه که سید عمر سیدی ورزشکاریه که موفق شده قهرمان وزن 73 کیلوگرم ولایت هرات در مسابقاتی که پهلوان سال برگزار میشد سال گذشته این قهرمانی به دست بیاره و نفر اول وزن خود بشه و در وزن از اون موفق شده نایب قهرمان امید از کلپ آریا باشه و همچنین امسال او در مقابل نصیر احمد اکرمی از گردنه مسابقات کنار رفت. بعد از او هم نصیر احمد جان اکرمی در فینال مسابقات امرای امید جوان به مسابقه پرداخت که باز هم نایب قهرمان وزن 73 کیلوگرم موفق شد قهرمان وزن 70 کیلوگرم و عضویت تیم منتخب ولایت هرات به دست بیاره. البته تفاوت های هم ایجاد شد که وزن 73 کیلوگرم در ولایت هرات دیگه مسابقه انجام نخواهد کرد و وزن 70 کیلوگرم میشه، به خاطر که قانون های جهانی و مسابقاتی که به سایر کشورها برگزار میشه وزن 73 کیلوگرم تبدیل شده به وزن 70 کیلوگرم و همچنین وزن 66 کیلوگرم از مسابقات حذف شده، یعنی 7 وزن بود و من بعد مسابقات به 6 وزن برگزار میشه و یک کاتگوری هم داریم و بعضی کشورها هم به 9 وزن برگزار میشه. خب برمیگردیم به مسابقه بین اسماعیل و سید عمر سیدی و ببینیم که از بین این دو ورزشکار بالاخره روند اول کدام یک به برتری میرسن و پیروز مسابقه میشن. دوباره مسابقه به صحنه نزدیکه و تذکرات لازم رو بر دو ورزشکار میده تا از چمهایی که دارن استفاده کنن. تا به حال ما شاید از این نبودیم که سید عمر سیدی یا هم اسماعیل دو پهلوانان خوبه که به کلپای خوب واقعا مسابقات خوبی انجام میدن مسابقه رو به طول بکشانند و مسابقه اینو زیاد وقت در بگیره، اما این مسابقه خیلی جالبه و هر دو ورزشکار از یکدیگر حراس دارن تا مبادا مسابقه در روند اول واگذار کنن به حریف خو و این باعث بشه تا بالاخره مسابقه به نفع یکی به اتمام برسه. به همین خاطر از احتیاط کار میگیرن و چمهای زیاد روی یکدیگر استفاده نمی کنن. البته یک چیز دیگه هم نگفته نمونه حسیب جان که اسماعیل جان واقعا چند هفته میشه که عالی میدرخشه، هر هفته که به میدان آمده مقابل حریفای خوب موفق شده کمر نار به زمین بزنه و چندین هفته پیاپی که هیچ باخت در کارنامه خوب ثبت نرسونده و در مقابل تمام حریفا خوب که به میدان آمده موفق شده پیروز میدان بشه. حتی مقابل امید جوان او موفق شد کمر امید جوان رو هم به زمین بزنه و پیروز مسابقه بشه و امروز ببینیم که در مقابل سید عمر بالاخره مسابقه از اینا چی میشه. خیلی طولانی شده مسابقه و باید داور مسابقه تذکرات بیشتر بگه به ورزشکارا تا از چمهایی که دارن مقابل یکدیگر استفاده کنن، به خاطر که همه مردم منتظر از این مسابقه هستن تا ببینن بالاخره کی پیروز میشه. بله واقعا که یک گوشتی زمانی که طولانی بشه اگرچه قند اول بشه و بالاخره مسابقه بین پهلوانان سنگین وزن هم باشه زمانی که زیاد به طول بیانجامه خب خام مردم رو هم خسته خواهد کرد و خوبه که پهلوانان در هفته های آینده که با مسابقه میپردازن برای از اینکه مردم خسته نشن، حالا اینکه اگر مسابقه رو واگذار میکنن یا اینکه مسابقه رو برنده میشن خوبه که بعد از احتیاط هایی که مد نظر گرفتن چند خود خود زودتر استفاده کنن تا اینکه مردم هم لذت ببرن و مسابقه هم زودتر با پایان برسه و وقت هم گرفته نشه. بله آسیب جان فرمیدی شما کاملا به جایه و ببینیم که تصمیم داور چیه و اگر
همین گونه مسابقه ادامه پیدا کنه. پس دوباره قند به میدان گذاشته خواهد شد و ورزشکار دیگر قند اول به نام خود اعلان خواهد کرد. و اگر ورزشکارا چمی که دارن مقابل یک دیگر استفاده کنن، طبعا بعد از او باز دیگه نظر بر میگرده و آل میبینیم که کمی هم هر دو ورزشکار از حالت دفاعی بیرون آمدن و میتونیم بگیم حمله میکنن به روی فنایی که دارن و بیشتر دفاعی کنار گذاشتن. و حالا دیگه مسابقه واقعا میتونه برنده و بازنده در روند اول داشته باشه. بله، مسابقه تا لحظاتی بعد دیده خواهد شد که آیا پیروزی را داره یا ای که هر دو پهلوان برای استراحت لحظاتی را خواهن نشست. فعلا هم داور مصروف درست کردن پیراهنهای سید عمر و همچنین اسماعیل از کلپ گذره. دو پهلوان گذره و انصار در قند اول مسابقات کورت مقابل یکدیگر قرار گرفتن و هنوز هم پیروزی را نداشتیم تا اینجای کار و مسابقه این دو پهلوان تا اینجای کار جذابیت اون چناری رو نداشته. اگر در ادامه ببینیم از بین این دو واری رو استفاده میکنن یا خیر. سید عمر سیدی تا اینجای کار مقابله اسماعیل حالا مسابقه رو واگذار میکنه. دفاعی کار کرد، مسابقه رو به طول کشید و سرانجام کار با یک حرکت خیلی ساده و راحت موفق شد که کمر سید عمر به زمین بزنه اسماعیل. بله عصیم جان، ببینیم در تکرار صحنه میخواد چی کار کنه. سید عمر از حرکت کوشک روی حریف میرفت تا استفاده بکنه. اسماعیل از موقع استفاده میکنه با قدرت دست کمر سید عمر به زمین میزنه و موفق میشه پیروز راند اوله این مسابقه بشه و کمر اسماعیل رو به زمین بزنه. بلند میشن تا به راند دوم به مسابقه بپردازن و ببینیم حالا دیگه سید عمر کاملا رفته تا از حرکتهایی که داره استفاده بکنه تا مبادا با همین نتیجه میدان به اتمام برسه. و یا هم بتونیم بگیم، چون بعضی وقتا عصیب جان نگفته نمانه که میدان پهلوانی اولیس ولی زیبای گذره همین که موقعی و تمامش یا مو زمان مسابقه به اتمام میرسه میدان به هم میخوره و همه طرفداران به گوشتی از میدان میرن و به همین خاطر سید عمر کوشش های دشت تا در راند دوم مسابقه رو به تساوی بکشن. استراحت دارن و ببینیم که در راند دوم و بعد از استراحت کی پیروزه مسابقه خواهد شد. بله آقای امیری، و اینجا میبینیم که شوق و علاقه نوجوانان و جوانان و کودکانی که در میدان برای دیدن مسابقات میاین که حتی از روی بام نیز مسابقات را تماشا میکنند و لذت میبرند. واقعا که مسابقات پهلوانی کورت در چند فصل اخیر رشد به سزایی را داشته و مشتاقان زیادی را به سمت خود خود جلب کرده. حالا دو پهلوان میآیند و در مسابقه راند دوم مقابل هم قرار میگیرند. بعد از اینکه مسابقه در راند اول به سود اسماعیل به پایان رسید، سید عمر مسابقه را واگذار کرد و شکست خورد. لحظه ای را استراحت کردند و حالا برگشتند تا به مسابقه بپردازند. ببینیم که عکس العمل این دو ورزشکار چگونه خواهد بود و پیروزی از آن چه کسی شد. اسماعیل از گذره موفق میشه که کمر سید عمر سیدی را به زمین بزنه. ورزشکاری از انصار شکست میخوره و ورزشکاری از گذره برتری را کسب میکنه. اینجا میره تا قند یا همان جایزه خود خود دریافت بکنه. ببینیم در تکرار صحنه جایی که سید عمر استراحت را انجام داد در سمت مقابل اسماعیل و همین شکل آمدند و در راند دوم قرار گرفتن مقابل هم. و اینجا عکس العمل خوب ورزشکاری از گذره که اسماعیل باشه موفق شد که پیروزی را کسب بکنه و آه و حسرت سید عمر سیدی که نتونست مقابل اسماعیل استادگی بکنه و پیروزی رو به دست بیاره. و اینجا
با نتیجه 2-0 پیروز نبرد جذاب قند اول، اسماعیل شاگرد استاد جلیل احمد میشه. آقای امیری؟ بله آسیب جان، اسماعیل موفق شد با نتیجه 2-0 کمر حریف خود به زمین بزنه و موفق شد قندر با خود به خانه ببره. دستخوشی هم میگیره از طرف مربی خود و قند که از طرف چینل یوتیوب افغان یک دوسیه برای برندگان مسابقات که در میدان انتخاب میشن و موفق میشن کمر رقیبای خود به زمین بزنم اهدا شد. و همچنین ناگفته نمونه آسیب جان که ما خوشحالیم از این که هر هفته به تعداد طرفداران میدان گوشتی پهلوانی ولسوالی زیبای گذره افزوده میشه، شما در تصویر میبینیم، اگرچه که عده عزیزان امکانات لازمه در اختیار ندارن، به همین خاطر با هر وسیله‌ای که میشه تشریف میارم و از نزدیک مسابقات میبینم. مسابقه بعدی که در تصویر میبینیم، نهمان از کلاب اتفاق با لباس آبی در مقابل او ادریس از کلاب انصار با لباس سیاه. ببینیم که این تقابل و این نبرد چی میشه و کدام یک موفق میشه کمر حریف خور به زمین بزنه. هنوز اجازه کار داده نشده و هنوز ورزشکارا آماده نشدن تا به مسابقه بپردازند. شما نمای زیبای از مردم رو میبینیم، چقدر لذت بخش همچین صحنه های و چقدر احساس خرسندی میکنم من که هر هفته در همچین میدان حضور دارم و از نزدیک این مسابقات را تماشا میکنم و امروز هم در کنار آسیب جان افتخار حضور دارم تا مسابقات را گزارش بدم برای شما بیننده‌های مهربان، برای ورزش دوستان عزیزی که مسابقات را میبینن. و حالا اجازه کار داده میشه به هر دو ورزشکار، ببینیم که راند اول این مسابقه به نفع کی میشه و کی پیروز این مسابقه در راند اول میشه. نگاه های آقای اکرمی عزیز را هم در تصویر میبینیم که گهگاه او هم نظر میندازه به این مسابقات و ادریس جان را هم نظارگر هست، چون او امروز تحت هدایت آقای اکرمی مسابقه انجام میده و مربی از او آقای اکرمیه. و حالا مسابقه آغاز شده. بله، اجازه کار تا لحظات بعد داده خواهد شد برای اردو ورزشکار نیمان یا ایدریس دیده خواهد شد. در راوند اول چه کجای خطرناک استفاده کرد نیمان از کلاپ اتفاق، موفق میشه که در راوند اول پیروز این تقابل جذاب بشه در قند دوم. مسابقات فوق العاده دراماتیک و هیجانی در میدان خاکی پهلوانی کورت و شما عزیزان در تکرار صحنه ببینیم این گونه موفق شد که به پیروزی برسه نیمان. در چند هفته اخیر مسابقاتی که این ورزشکار انجام داده خیلی عالی بوده و قابل پسند بوده برای تماشاچی ها و ادامه مسابقه رو ببینیم که در راوند دوم چگونه خواهد بود. هر دو پهلوان تا لحظاتی بعد بلند میشند و به مسابقه خواهند پرداخت. تمرینات سخت و فشرده اینجایی که به درد نیمان میخوره و پیروزی مقابل ایدریس برای او برمقان میاره. همین چهره ایدریسی که در تصویر میبینی. بله آسیب جان، ایدریس در دو هفته اخیر خود وارد میدان مسابقه شده، واقعا که مسابقات جالبی انجام داده و مقابل عریفای خود خوش درخشیده. امروز در مقابل نهمان 1-0 در راوند اول عقب افتاده و حالا راوند دوم اگر مسابقه موفق بشه به تساوی بکشانه همه چیز میره به راوند سوم تا برنده و بازنده مشخص کنه. هنوز نمیتونن ورزشکارا از چمهایی که دارن استفاده کنن مقابل یک دیگر، به خاطر که هنوز اجازه کار داده نشده توسط داور مسابقه به هر دو ورزشکار و باید اول لباس های ورزشکارا درست بشه تا به دوچار کدام مشکل نشن. بله، باز هم داور برای هر دو ورزشکار اجازه را داده. این بار باز هم پای چپ خیلی دیدنی را استفاده میکنه، حرکتی که نیمان برای ادریس استفاده کرد و مسابقه اینجا به پایان میرسه. حتما خواهیم دید در تکرار صحنه که مسابقه چگونه آغاز شد، فن چگونه استفاده شد و یا همیشه گفت چم چگونه کار گرفته شد. بله آسیب جان، این بار نیمان جان متفاوت تر کار میکنه و میره رو
پای چپ، به خاطر که ادریس جان پای راست خود دنبال تر گذشته و از چمی که تحریزی کرده بود ادریس روی نعمان، نعمان کاملا باخبر شده بود و به همین خاطر پای راستر نمیگیره و پای چپ حریف خود میگیره نعمان و موفق هم میشه. نتیجه که دلخواه اینه، یعنی 2-0 دست بیاره و هو هم میره قنده که برای او مد نظر گرفته شده دریافت میکنه. یک بار دیگر هم دیدیم که چگونه از حرکت پای چپ استفاده کرد و موفق شد پیروز راوند دوم این مسابقه بشه. بله، شما بیننده مسابقات جذاب پهلوانی کورت از دریچه کانال یوتیوب افغان یک دوسه هستید. کانال افغان یک دوسه مختص برای پهلوانان ولایت هرات هست و مسابقات جذابی هم واقعا که در این میدان برگزار میشه و حالا 2 پهلوان دیگر وارد میدان شدن. ببینیم که این مسابقه چگونه با پایان خواهد رسید. عزت الله با لباس آبی آسمانی در تقابل با او وحید احمد با لباس سبز قرار گرفته. ببینیم که ادامه این مسابقه چگونه به اتمام خواهد رسید و سرانجام کار از بین این دو کی میتونه که موفقیت را کسب بکنه و برتری در راوند اول از آن خودش بکنه و به دست بیاره. مسابقات کورت معمولا در فصل‌های زمستان برگزار میشه و مردم هم در روزهای پنجشنبه قبل از ظهر به این میدان تشریف میارند و این مسابقات دنبال میکنن. پهلوانانی از اقصا و نقاط ولایت هرات، از ولسوالی ها، از قریچات مختلف گذره هم به این مکان تشریف میارند و اینجا ورزشکاران قراره که وارها را استفاده بکنن. قاری عزت الله تلاش هایی را دار، اما حریف او اجازه نداد که کمر او به زمین زده بشه. یک لحظه نصیر احمد اکرمی، پهلوان ناماشنا و نامدار ولایت هرات که سالیان زیادی را در میدان پهلوانی ولایت هرات و سایر میادین ملی و بین المللی با مسابقه پرداخت و افتخارات بس عظیمی را برای افغانستان عزیز آورد، اینجا هدایت کار رو بر عهده دار و مجددن اجازه داد برای هر دو ورزشکار تا اینکه مسابقه خودشان به پیش بگیرن در راوند اول. همانند مسابقه راوند اول و راوند دوم قند اول، این مسابقه نیز کمی طولانی شده. میره تا مسابقه رو به گوشه های از میدان بکشانه. قاری عزت الله از جمله ورزشکاران نیست که به سادگی قافیه رو ببازه. باز هم میبینیم که وارهای پیاپی استفاده میشه و طبق معمول و طبق انتظارها قاری عزت الله پیروز مسابقه در راوند اول میشه و در تکرار صحنه در ادامه با هم خواهیم دید که مسابقه چگونه با پایان رسید و چم چگونه استفاده شد. بله عصیب جان، قاری عزت الله موفق شد در راوند اول کمر به این احمد رو به زمین بزنه و پیروز راوند اول میشه. البته تصمیم این راوند به دوش داور مسابقه بود و شما میبینید در تصویر که چگونه قاری عزت الله کمر حریف خود به زمین میزنه. اول وحید احمد میرفت تا حریف خود از جا بلند کنه، موفق نبود. بعد از او پای چپ بر قاری عزت الله میگیره و وحید احمد هم میره تا از حرکت دورون پی استفاده بکنه، موفق نیه و این راوند به نفع قاری عزت الله میشه. داورم که نصیر احمد جان باشه بر دو ورزشکار میشه گفت که مسابقه به اتمام رسیده در راوند اول و نباید بیشتر از زور و یا هم قدرت استفاده بکنین، به خاطر که میتونه یکی آسیب ببینه به مسابقه و به همین خاطر نتیجه به اتمام رسیده در راوند اول و پیروز راوند اول قاری عزت الله. و حالا هر دو ورزشکار استراحت کوتاهی خواهند داشت تا راوند دوم مسابقه بلند بشن و انجام بدن و در راوند دوم ناگفته نمونه که یکی برنده و یکی بازنده خواهد شد. اگر وحید احمد مسابقه بتونه کمر حریف خود به زمین بزنه نتیجه 1-1 خواهد شد و اگر قاری عزت الله موفق شد کمر وحید احمد به زمین بزنه این مسابقه با نتیجه 2-0 به پایان خواهد رسید. حالا
مسابقه در راوند دوم قراره که تا لحظاتی بعد آغاز بشه. استاد نصیر احمد اکرمی قضاوت این مسابقه بر عهده دارند و اجازه کار هم برای هر دو داده شده تا از چمهایی که دارن استفاده بکنند و مسابقه در راوند دوم ادامه بدن. ببینیم که این بار قاری عزت الله باز هم میتونه که برتری ها را از آن خودش بکنه و موفقیت را به دست بیاره یا خیر حریف او وحید احمد فرصتی ایره داره تا با پیروزی رسیدن مقابل قاری عزت الله مسابقه را به تعادل بکشانه و به تساوی بکشانه. اما قاری عزت الله به آسانی میدان رو واگذار نخواهد کرد. میرفت که از حرکت کجا استفاده بکنه استادگی قاری عزت الله. حالا حریف را از جا بلند کرد و پیروزی را به دست میاره. باز هم طبق معمول بوسه بر صورت حریف به رسم اینکه قهرمانی و پیروزی خودشه تجلیل بکنه. در تکرار صحنه با هم ببینیم که پیروزی را به چه شکل به دست میاره و موفقیت چگونه از آن این ورزشکار میشه. او در هفته های گذشته هم در این میدان پهلوانی انجام داده و مسابقات خوبی را برگزار کرده و پیرزی های مهم میره به ارمغان آورده برای خودش. و در میدان پهلوانی کورد در روز پنجشنبه امروز هم مسابقات خیلی خوبی را انجام داد و در مقابل وحید احمد در روند اول و همچنین در روند دوم پیروزی های خیلی خوبی را کسب کرد و در روند دوم به خصوص که خیلی به سادگی و به راحتی و با چم همیشگی خودش و با سبک خوشحالی منحصر به فرد خودش مسابقه را به پایان رسند و خوش و بشیر داشتن با هم هر دو ورزشکار. و اینجایی که پهلوانا با هم صمیمیت و همچنین ابراز دوستی میکنند و برخلاف هفته گذشته که حریف قاری عزت الله جان برای میشه گفت ناراحت شد از سبک خوشحالی او، اما اتفاقی که در این هفته برای حریف او رخ داد اما حریف او خوشبختانه که ناراحت نشد و اینجا رفت تا قندی که از طرف مسئولین میدان پهلوانی کورد و به خصوص چینل یوتیوب افغان یک دوستی در نظر گرفته شده را برای او اهدا خواهند کرد. اینجا ورزشکار استراحتی را هم داره به پایان مسابقه ای که انجام داده. چهره عبدالسمی و همچنین نصیر احمد صوفی زادر در تصویر میبینیم، ورزشکارانی که از کلپ اتحاد هستند و دیگری از کلپ گذره. گاهی اوقات با عنوان سرمربی هم عبدالسمی در میدان پهلوانی کورد ایفای وظیفه انجام میده. حالا مسابقه بعدی که در تصویر میبینیم فرید صوفی‌زاده با لباس فولادی میشه گفت در تقابل با او ایرج علمیار با لباس سیاه از کلپ نیرو شاگرد استاد محمد آصف به میدان آمده. هر دو پهلوان کمربندهای گوشتی یکی دیگر آماده میکنند تا اینکه در روند اول به مسابقه بپردازند. ایرج در هفته های گذشته میدان پهلوانی کورد گوشتی های چرخشی و گوشتی های تکنیکی خیلی خوبی را انجام داده و ببینیم که آیا امروز مقابل فرید احمد به پیروزی میرسه یا خیر در ادامه دیده خواهد شد. قضاوت این مسابقه طوری که دیده میشه از آن استاد آصف هست. استاد آصف مسئول و همچنین سرمربی کلپ نیرو هستند و حالا استاد وکیل احمد قضاوت این مسابقه را بر عهده دارند. هر دو ورزشکار وار از سوی کی کار گرفته خواهد شد در ابتدای روند اول. حرکت چرخیشی ببینید که پیروزی از آن ایرج میشه یا فرید، همچنین ادامه داره این حرکت زیبا. اما چه اتفاقی رخ داد؟ اوج چمر ایرج علمیار استفاده کرد، موفق تر هم در ابتدای کار بود، اما خب مسابقه هست. اینجایی که فرید احمد از کوچکترین فرصتی که برای او در آخرین لحظات به دست آمد موفق شد که پیروزی رو به دست بیاره. شیرینی کار از دست رفت برای ایرج علمیار. اگر اینجا موفق میشد که کمر فرید رو به زمین بزنه گوشتی ناب خودش تکمیل میکرد که این اتفاق رخ نداد و در راوند اول پیروزی رو به دست میاره فرید صوفی‌زاده. و مسابقه ببینیم که در راوند دوم چگونه خواهد بود. قطعا که ایرج در راوند بعدی جواب برای حرکت هایی که فرید داشت خواهد داشت یا خیر.
اما در راوند اول ایرج خیلی پیشتاز بود تا اینکه پیروزی را از آن خودش بکنه، که این اتفاق برای او رخ نداد و با بدشانسی تمام مسابقه در راوند اول را واگذار کرد. فرید صوفی‌زاده رفت تا استراحتی را داشته باشه تا سپس برای راوند دوم به مسابقه بپردازن. خوشحال فرید به اینجا، ناراحت ایرج از اینکه نتونست در راوند اول پیروزی رو به دست بیاره. هیچ چیزی از توانایی های این ورزشکار تنومند و همچنین ورزشکار با تکنیک کلپ نیرو کم نخواهد شد. ورزشکاری است که همیشه در میدان پهلوانی با چهره خوش اخلاق خودش همچنان الگویی بوده برای سایر پهلوانان هم وزن و همچنین هم نوع خودش. و اینجا در راوند دوم مرتا در مقابل فرید صوفی‌زاده یک بار دیگر قرار بگیره و شکستی که در راوند اول متحمل شده را جبران بکنه. استاد وکیل احمد مسئول میدان پهلوانی کور جا داره که تشکری هم داشته باشیم از این شخصیت دوست داشتنی که همیشه حامی ورزشکاران و پهلوانان در این منطقه ورزش خیز بوده. حالا مسابقه در راوند دوم آغاز شده و فرید صوفی‌زاده باز هم تلاش خواهد داشت یا خیر. این بار هم ایرج علمیار میره تا از چم همیشگی خود خود استفاده بکنه و باز هم در کمال ناباورانه مسابقه میبازه ایرج علمیار. قطعا که در هفته های آینده مقابل پهلوانان اتحاد قرار میگیره این ایرج، چون که اینجا مسابقه رو واگذار کرده و در هفته های بعدی میدان پهلوانی کورد ببینیم که مقابل چه پهلوانی از این کلب قرار میگیره و ببینیم که عمل کرده او در هفته های بعدی چگونه خواهد بود. مسابقه ای که به سود فرید صوفی‌زاده به اتمام رسید و او نتانست که در راوند اول خیلی زود به برتری برسه، اما از کوچکترین فرصتی که برای او ایجاد شد استفاده کرد. در راوند دوم هم نزدیک بود که فرید صوفی‌زاده مسابقه رو واگذار بکنه، اما باز هم با خوششانسی که داشت اینجا خیلی زود وار خود خود استفاده کرد و پیروزی رو مقابل ایرج علمیار به دست آورد. استاد وکیل احمد و همچنین استاد آصف هر دو پهلوان به آرامش فرا میخوانند تا اینکه بغل کشی رو داشته باشند و هیچ کدورت و ناراحتی بعد از اینکه مسابقه با پایان رسیده از دو پهلوان باقی نمانه و مسابقه ای که به سود این چهره فرید صوفی‌زاده برادر نادر صوفی‌زاده به اتمام رسید. شما بیننده ی مسابقات پهلوانی کورت از دریچه کانال یوتیوب افغان یک دوسی هستید. برای اینکه بیشتر پهلوانان تشویق بشن و در سطح جهانی دیده بشن میشه که ویدیوهایی که منتشر میشه لایک بکنید و کانال را اگر تا به حال سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و در قسمت کامنت ها نظریات خودتان را برای ما بنویسید. بله آصف جان، مسابقه بعدی که در تصویر میبینیم ورزشکاری از کلاب میر حبیب قرار مسابقه انجام بده امرای میون جان، یکی از ورزشکاران خوب کلاب انصار که با لباس خاکی وارد میدان شده. ببینیم که این تقابل چی میشه و کدام یک موفق میشه کمر عریف خور به زمین بزنه. میون جان چند هفته که واقعا مسابقات جالبی انجام میده و یکی پی دیگر عریف خور شکست میده و امروز در مقابل حریف خود چی خواهد کرد؟ قریصب اسمت الله هم از کلاب میر حبیب چند مدت میشه که از میدان های گوشتی کنارگیری کرده و در میدان ها حضور نداره. از جا بلند کرده راوند اول میهان و موفق میشه کمر حریف خود به زمین بزنه، پیروز راوند اول بشه. خیلی سری همین که اجازه کار داده میشه و هر دو ورزشکار میهن سریع عکس العمل انجام بده و میبینیم هم که موفق میشه این گونه از حرکت زنگی راسته استفاده کنه والی عریف خو و پیروز مسابقه بشه. نتیجه کار 1-0 شده و حالا در راوند دوم ببینیم که پاسخ قاری صاحب اسمت الله و عکس العمل میهن جان چیه و در راوند دوم
کی راه کار مد نظر میگیره تا حداقل مسابقه رو به تساوی بکشانه. نشسته در کنار هم کلپی های خود و استراحت میکنه تا دوباره بلند بشه و به مسابقه بپردازه. و همین قسمت هم میشه روند دوم تا چند ثانیه دیگه آغاز خواهد شد و از بین این دو ورزشکار یکی برنده و یکی بازنده خواهد شد. ببینیم که بالاخره کی موفق میشه قنده با خود به خانه ببره. داور این مسابقه استاد جلیل احمد جان از ولسوالی زیبای گذره هستن، یکی از مربیان ورزیدی پهلوانان که واقعا شاگردای زیادی از این بزرگوار در میدان پهلوانی ولسوالی زیبای گذره مسابقه انجام میدن و حالا اجازه کار داده شده بر دو ورزشکار تا از جمعهایی که دارن مقابل یکدیگر استفاده کنن. استاد محمد آصف هم صحنه نزدیک و نظارگر این مسابقه هست. بله، میهن جمشیدی برادر میلاد و میرویس جمشیدی که حالا در روند دوم مقابل اسمت الله قرار گرفته، ورزشکاری که در روند اول مسابقه رو واگذار کرد و حالا در تقابل با میهن میره تا به پیروزی برسه، که این اتفاق رخ نمیده. بله، میهن باز هم به پیروزی میرسه. چقدر آینده درخشانی در انتظار برادر میلاد جمشیدی هست. احتمال زیادی خواهد رفت که او در آینده ها حتی بهتر از میلاد جمشیدی و میرویس جمشیدی در میدان همچنان هنرنمایی بکنه. و اینجا طوری که میبینیم در روند دوم مسابقه میهن جمشیدی به طور خیلی جالب موفق شد که به پیروزی برسه و حریف او هم طوری استقامت کرد که انگار میرفت تا به پیروزی برسه، اما این اتفاق رخ نداد و مسابقه به سود میهن جان جمشیدی شد و کار جوانمردانه او که اجازه نداد حریف او به شدت کمر او به زمین کوبیده بشه. و در ادامه آقای امیری مسئول بخش فرهنگی کشتی افغانستان صحبت‌هایی را با میهن جمشیدی، نصیر احمد اکرمی و میلاد جمشیدی خواهند داشت و در ادامه هم با صحنه‌های جالب میدان پهلوانی کورد با ما همراه باشین. خب دوستان عاد مهربان نصیر احمد جان، امروز فکر کنم دیگه بیخیم تو مونده شدم. مونده نباشم اولا پهلوان جان. زنده باشیم. به نام خدا، نصیر احمد پهلوان هستم، یک از پهلوانان ولایت هرات. تشکر آقای اکرمی عزیز. مسابقات امروز چی رقم بود؟ بیخی والا مارکو مزه داد. امروز بیخی جذاب بود بسیارشون. امروز خوب مسابقه های خوب شد، خوب پهلوان های خوبه بدرخشیدم، خوب گشتی های خوب خوبه شد. خب میگم امین نصیر احمد جان و پهلوان ها خیلی جوره میکنه و داخل میدون و میدون شلوغ میشه، این شکایت مردم رو چیکار میکنه؟ نصیر احمد جان جواب اینا چی میدین؟ من میگم گشتی ها خوب و کلان گشتی گیرم که مردم را همینا لذت ببرم از گشتی ها. خورد و کلان گشتی دیم که گشتی دیم که گشتی ها اینا گشتی ها خوب باشه که همه گشتی کنم که مردم را همه لذت ببرم از گشتی هایی که اینا گشتی میگیرم. به نظر شما همه باید گشتی بگیرم؟ بله، همه باید گشتی گیرم و که گشتی مردم لذت ببرم از گشتی که اینا گشتی میگیرم. درسته، اگه میدون شلوغ باشه مردم لذت میبرن؟ اگر چی باشه هم نه، اگه وقتی که اونا شلوغ باشه که لذت میبرن که همه بالی هم گشتی کنم که لذت میبرن. درسته گپ شما، کاملا درسته. پس مربی ها بیشتر توجه کنم و شلوغ نه، شلوغی به میدون نکنم. دوستا شما متوجه هستین فعلا نصیر احمد جان یک گشتی به داخل میدون تماشا میکنن و بعد طرف گشتی باشه اون طرف همی تشیبه میشن. دلیل از این میشه برام بگین چی آقای اکرمی؟ به چی که خود ما گشتی گیریم، هر گشتی گیر خوبه که گشتی میگیره و طرفدار همون گشتی، همه گشتی گیر که با طرفدار همون نفع باشه خور همون تشیبه میکنه، میگه الله خود ما گشتی میگیریم. واقعا که شوقی و پخته که میگم شما نی. زنده باشین. تشکر از شما، از همکارا شما که پنجشنبه به پنجشنبه به اینجا میاییم و همین مردم رو همیت خوشحال میسازیم و خوش میرم به خونه خو میرم. تشکر نصیر احمد جان، یک انسان خیلی شوخته و یک استاد خیلی توانای هست. نصیر احمد جان ما جمعه هم میاییم برای که پنجشنبه ها نمیاییم. پنجشنبه ها که اینجا میاییم جمعه هم اونجا میاییم، دیگه پنجشنبه ها که دیگه جا گشتی نمیشه، همینجا گشتی میشه. تشکر آقای اکرمی، خیلی بینیم. امروز میهن پهلوان برادر میلاد جمشیدی هم قند گرفته و مسابقه خور پیروز شده. میخوام از اینا بپرسیم میهن جان سلام مونده نباش. سلام علیکم جای جون، خوب هستم؟ بخیره. سلام علیکم. چه کار شد گشتی شما برادر؟ ما منتظر بودیم که عریف شما بیام میدون. دیگه گشتی خو حاضر شدن، گشتی خور بگرفتیم. ولی
دو راند گرفتین؟ بله ها. خب ما متوجه نه اینقدر سری میزنیم که اصلا ما متوجه نمیشیم برو خانم دیگه برسا گشتی گرفتیم گشتی خورد زدیم و دو راند دو راند راند دوی مرم عریف کشک بله ها. تشکر مهان جان، اگر کدام گفتنی داشته باشه سلامتی یک جان، تشکر زنده باشه خیلی بینیم تشکر سلامت جمیلا جان سلام سلام وقت بخیر جمیلا جان خوب هستم بخیره سلامت باشین خوش آمدین چند مدت میشه شما به اینجی تشریف نمیاریم امروز تشریف آوردین تا مسابقات ببینیم یا میمونه که مسابقه انجام دیگه ما کو روزا پنجشنبه که هست زیادتر بین پشتزاکان رو بگشتگیری میشه به بالا هایم به سمت دنده و اینا زیادتر دیگه دوستا خواهش دارم اینجگاه میریم باز امروز هم که آمادیم اینجگاه بخاطر استاد بشیر احمد دوسته ای دیگه پیامی هم بگذشته بودن که به این میدون گشتی کلون بشه که همه شرشه و مردم بخاطر خواهش مردم امروز آمادم غندم بلان کدم خوب گشتی هم نشد دیگه باز دوباره با بزار کدم غند با سید عمر جان اعلان کدم به خاطر خواهش مردم و شوق مردم آمده امروز میلگاه که گشتی بشه انشاءالله تشکر میلاد جان میدان گشتی خواجه سید عبدالله انصاری اگر از نگاه امتیاز ببینیم از همه میدان ها برتری داره و سرتره چرا پهلوانان سنگین وزن ولایت ایراد به میدان خواجه سید گشتی نمیکنن به خدا دلیل سر زیاد چون شما پهلوان سنگین وزن ما خواهر جمعه خود شما شاهد ازی هستن که ما به داخل میدان به مدت یک ماه کنیم ما جلوتر هم که گشتی نمیگرفتم از نهی شونه آسیب دیدی بدم به خاطر میگرفته نمیتونستم همین چند جمعه هم خود شما به جریان هستن که انشالله اگر آماده باشیم و نباشیم خلاصه خدا هم در پاک صحیح و سلامتی به ما بده به خاطر خود خواهم که شده که هیچ به خاطر مردم شده ما هر جمعه انشالله گشتی به میدان میگیریم سوال جمعیه و امشب همی صحبت ها شما همه نشر میشه و صدا شما را هم مردم میشنم سبا میدان گشتی خالص عبدالله انصاری میلاد جمشید اعلان میکنه یا خیلی قند اول یا قند دوم فرق نمی دیگه خود شما مجریان بودین که دو جمعه میشه که هر جمعه پیم بشم قند هم اعلان کدوم دستانه هم اعلان کدوم به خاطر گشتی آمادان به خاطر مردم دیدی که گشتی نشد انشالله فردا توکل به خدای پاک انشالله اگه خدای پاک ساعتی داد گشتی میگیریم بخیر ما برات عارفیم براره به شما جوره پیدا میکنم برات گشتی میگردی واسه برگم یکی پیدا شه خدا شما گشتی گیره برا در مردم هم منتظر گشتی هم اگر چه که از داخل کشور هم فعلا بیرون از کشور هم مردم شما رو میبینم و منتظرم تا شما پهلوان رو سنگین وزن بس سایر پهلوان هم یک شما رو میگم همه پهلوان ها گشتی گیرن تا مردم لذت ببرن ما هم به خاطر می دوستایی که به داخل کشورم و خارج کشورم و گشتی و علاقمند گشتی هم به خاطر می ما هم سعی و کوشش و تلاش رو میکنیم که خود شما به جریان هم هستین که ما هر جمعه به داخل میدون حاضرم و گشتی میگیریم نه که بریم به یک کنار بشینیم و خلاصه به تریکی بشینیم و روشنه تماشا کنیم نه به خاطر این مردم هم که شده که شب خونه نشکنه روی اینا باز باشه به خاطر مردم ما هر جمعه انشاءالله گشتی میگیریم ازی بیشتر هم که اگر دوستا و رفقا از ما خواهش کنم که حتی بسته افتر هم که بگم ما گشتی میگیریم مشکل نداره سلامت باشه میلا جان تشکر تشکر از خود شما سلامت باشه زنده باشه تشکر دوستان نهد مهربان این بود مسابقاتی که به غیری زیبای کورت سفلا برگزار میشد تا مسابقات بعدی شما رو به خداوند پاک و نیاز مسفرم ایام بکامید این صحنه جالبه که امروز برای شما مد نظر گرفتیم تصویری از غریس به عزت اللهه که باز هم با همون عکس العمل که همیشه انجام میده روی وید احمد جان استفاده میکنه و وید احمد جان ناراحت نمیشه و کم کم دیگه عادت میکنن پهلوانان به همچین صحنه‌ای و چهره از طرفداران میدان پهلوانی اولسفری زیبای گتره میبینیم که از تمام اقوام پیر و جوان در کنار هم جمع شدن و ورزش یگانه راهیه که میتونه وحدت بین هموطنان ما به وجود بیاره و همچنین نوجوانان ما رو میبینیم که در بلند یک خانه رفتن تا مسابقات ببینم به خاطر که از نزدیک نمیتونستم مسابقات رو مشاهده بکنم و عزیزانی که در داخل یک سچرخ نشستند و مسابقات رو تماشا میکنم و از هر امکاناتی که دارن به خاطر دیدن این مسابقات استفاده میکنن مردم عزیز ولایت هرات.